سلام احتمالا شما هم از اون کسایی هستید که از تینر توی خودروتون استفاده میکنید دلایلی که این دوستان برای استفاده از تینر میارن اینه که میگن تینر باعث میشه که قدرت موتور زیاد بشه یا نفسش باز بشه و یا اینکه باعث میشه که سوزن های اگر اگه گرفته شده باشن اینا باز بشن و یا اینکه مبدل کاتالیزوری اگه گرفته شده باشه اینم باز میشه و دلایل دیگه شما صفش میکنید بیاین این مسئله رو یکم دقیق تر بررسی کنیم تینر اصلا چیه؟ تینر در واقع یه حلال و رقیق کننده در سنت رنگه تینر را در دو نوعه تینر روغنی و تینر فوری نا ساخته میشن پس تینر یه حلال قویه و رنگی که اینو دارن یه رنگ سفیده که تقریبا شبیه آبه تینر به علت خاصیت اشتعال پذیری در صورتی که با بنزین ترکیب بشه باعث میشه که بنزین بهتر سوخته بشه و این بهتر سوختن باعث میشه که این تصور رو توی راننده ها به وجود بیاره که عمل کرده خود رو در صورت استفاده از تینر بهتر شده و رسوبات رو داره از بین میبره ببینید بنزین یه سوخت به حساب میاد و برای این کار ساخته شده اما تینرها برای سوختن ساخته نشدن و به عنوان یک حلال کاربرد داره و نمیشه توقع داشته تینر مثل بنزین توی باک عمل کرده اون رو داشته باشه از طرفی هم تینر چون خاصیت خورندگی داره وقتی که توی باک ریخته بشه این خاصیت خورندگی باعث میشه که تمام زنجدگی های داخل باک رو در خودش حل کنه و این حل شدن باعث میشه که سیستم سوخت رسانی خود رو دو آسیب بشه از طرف دیگه هم سونتینر یه حلاله و اثر چرب کنندگی رو نداره وقتی عمل پاشش سوخت توسط اندریجتورها توی خود رو انجام میشه چون یه فیلم روغنی روی جداره سیلندرها وجود داره وقتی که این پاشش انجام میشه باعث میشه که این روغن از جداره سیلندرها شسته بشه و استقاک زیاد بشه در نتیجه این سایش به وجود میاد و حرارت به شدت توی خود رو بالا میره پس ضرری که این تینر داره از منفعتش بیشتره و یه مشکل مهم دیگه که به وجود میاد عدم سازگاری اورینچا و واشرهای لاستیکی و آببندهایی که در داخل موتور هستن و در مسیر برخورد با این تینر قرار دارن تینر با این آببندها و واشرها سازگاری پیدا نمیکنه و باعث میشه که حتی بعضی از این آب بندها حالت زوب شدگی به خودشون پیدا کنن و در بلند مدت پوسیده میشن که باعث نشتی توی خودروتون میشه یه مورد دیگه هم که هست یه سری از افراد فش میکنن با ریختن تینر داخل باش خودرو سوزن‌های انجهتور هم تمیز میشن ببینید این تصور کاملا اشتباهیه گرفتگی هایی که داخل انجهتور ها به وجود میان این گرفتگی ها به قدری هستن که اینا حالات زامد به خودشون پیدا کردن و با این روش ها این گرفتگی ها از بین نمیرن ببینید سوزن های دو دوچار یک سری ایرادات دیگه مثل افزایش عبور بنزین و بالا رفتن میزان دبی خروجی در واقع این سوزن ها میشه من قبلا در مورد این مورد یه ویدیو ساختم لینکش رو این بالا میذارم حتما ببینید به طور کامل اونجا توضیح دادم ولی اگه توی این مورد سوزن دو سال گرفتگی شده باشه با این روش در واقع این گرفتگی ها رفت نمیشه در هر صورت اگه فکر میکنید که استفاده از تینر برای خودره شما خوبه من این نداره ببینید شما میتونید هر شش ماه یک بار اونم حالا یه ترکیبی که هست اون ترکیب رو شما باید رعایت کنید شما باید از تینر بیست هزار به اندازه نیم لیتر در 50 لیتر بنزین در واقع استفاده کنید اگه بیشتر از این مقدار بشه این ایراداتی که بهش اشاره کردم توی خودروی شما در واقع رخ میده و باعث میشه که خودروتون دچار مشکل و خرابی بشه و هزینه های زیادی برای خودروی شما در واقع تحمیل بشه ولی خب یه توصیه چه میشه اینه که سعی کنید استفاده نکنید ولی اگه میخواید استفاده کنید با این که گفتم شما میتونید هر شش ماه یک بار نسبت به ریختن تینر 20 اقدام کنید اگه هر نظر در این رابطه دارید میتونید توی بخش کامنت ها برام بنویسید لایک و سابسکرایب یادتون نره منتظر ویدیوهای بعد از کانال من باشید فعلا تا بعد